درود فروان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز سه‌شنبه 25مین روز بهمن ماه و شاخص کل هموزن، فرابورس و صنعت همگی با هم دیگه 0.7% منفی خوردن. یعنی خیلی جالبه، کمتر میشه همچین اتفاقی بیفته که همه با هم دیگه یه مقدار منفی بخورن. خب قطعا برخی شاید بیشتر یا کمتر بشه، مثلا چند دهمی بهشون فاصله باشه، ولی از روزهای شگفت انگیز میشه گفتش از این نظر امروز را نام برد. البته هنوز هیچ علائمی از حرکت صعودی در بورس دیده نمیشه و خب فعلا چیز غیر عادی احساس نشده. یعنی که میگم چیز غیر عادی احساس نمیشه به خاطر اینکه برخی از دوستان پرسیدند توی کامنت ها، مثلا اینجا یه کامنتی بود، من دوستی از موج حالا اصلاحی و تکنیکالی نام برده بودن که آیدی آقا سجاد، مثلا میگن این موج نزولی، خیلی ها میگن تا خرداد میتونه ادامه داشته باشه، شاخص تا 1.250 میاد، آیا موافق این تحلیل هستید نیستید؟ ببینید، من فعلا روند غیر عادی را شخصا در بورس نمیبینم که بخوام بگم مثلا این اصلاح از اون اصلاح هایی هستش که خیلی خفن میتونه باشه و خیلی میتونه پایین بیاد و اینها. ببینید، ما دو مدل اصلاح داریم، یه مدل اصلاح عادی داریم، یه مدل اصلاح غیر عادی داریم. نه تنها در بورس بلکه در تمام بازارهای مالی مختلف در دنیا، مثلا حالا همین قیمت دلار رو در نظر بگیرید، قیمت بیت کوین رو در نظر بگیرید، مثلا هر چارت مالی رو شما بیایید در نظر بگیرید، یک روند اصلاح عادی داره، یه غیر عادی. عادیه خب اون چیزیه که باید اتفاق بیفته. هیچ نموداری شما نمیدید که فقط صعودی یا فقط نزولی باشه، بالاخره نمودارها نوسان دارن. برخی از اوقات این نوسانها خیلی زیاد هستن، یعنی از اون نقطه‌ای که ببینید الان مثلا اینجا رو ببینید، یعنی نوسان کوچیک عادی، خیلی درست قشنگ داره بالا پایین میره، ولی اینجا رو بیاین به اینجا در نظر بگیرید، این یهویی خیلی قیمت اومده پایین. خب علتش چیه؟ یه اتفاقی افتاده، یه اتفاق خاص که حالا مثلا در ارتباط با دلار، مثلا بحث نرخ بهره و اون اتفاقاتی که در فدرال رزرو افتاده، این چیزها باعث میشه که حالا یک روند کلی در بلند مدت مثلا خیلی نزولی یا خیلی صعودی بشه. باز هم این یه دلیل داره، یه منطق داره پشتش، یعنی نمیتونیم غیر عادی بدونیم این قضیه رو. عادیه، ولی عادیه مثلا خفن بهتر بهش بگیم، خیلی اتفاق عجیب غریبی افتاد. یه وقتایی هستش حالا تو برخی از بازارها یه جوری حرکت میکنه که اصلا هیچ دلیل موجهی بابتش نیست، یعنی یک روند غیر عادی مشاهده میشه، یهویی مثلا الکی میره بالا، یهویی هم مثلا الکی میاد پایین. اتفاقی که در سال 99 افتاد که شاخص کل مثلا از یه مبلغی دیگه فراتر رفت، یعنی اینجایی که باید اصلاح میکرد در برج 299 که باید اصلاح میکرد، اصلاح خیلی زود تموم شد و بعدن یه الکی خیلی اومد بالا. یعنی سال 99 دیگه مثلا تا اینجا نباید، اما مثلا تا اینجا میمد یه اصلاح میکرد، میومد تا اینجا مجدد یه حرکت این شکلی، یه روند عادی رو انجام میداد، یه روند غیر عادی انجام داد و بعدم غیر عادی اومد پایین. فعلا من همچین چیزی را نمیبینم. بعد از سال 99 نگاه بکنید، حالا ما اون قسمت نمودار رو بندازیم دور، بعد از اون چیز غیر عادی دیده نمیشه. یعنی بالاخره اصلاح وجود داشته، صعود هم وجود داشته، هر دفعه صعود کرده بعد اصلاحی هم کرده، الان هم همینجور، الان هم بالاخره صعودی رو ما از برج 8 شاهد بودیم تا برج 11، الان یه اصلاح داره میکنه که هیچ اشکالی هم نداره، یعنی کاملا روند عادیه. حتی من گفتم این اصلاح میتونه تا پایین تر از این مبلغ هم بیاد، یعنی 1.500.000 هم جا داره بیاد به راحتی، تا 1.400.000 هم دیگه خیلی بخواد به قول معروف اصلاح خفنی داشته باشه بیاد، این تا اینجا بیاد. ولی به خاطر اینکه سالهای گذشته ما از 15 اسفند به بعد معمولا یک روند صعودی را در بورس میدیدیم، صحبت کردیم، گفتیم که این انتظار را داریم. حالا مثلا یه شخصی بیاد بگه آقا در موج نزولی هستیم، تا 1.250.000 هم شاید بیاد، شاید که تو هر بازار مالی شاید هم هست،
هیچ بازاری در دنیا بدون ریسک وجود نداره، هیچ چیزی هم نیستش که بتونیم 100% از قبل پیش بینی کنیم. این صحبتی که من دارم خدمت شما عزیزان میگم بابت این هستش که خب ما الان میایم نگاه میکنیم قیمت دلار کجاست. اگر الان شاخص ما مثلا روی 1,500,000 هستش، با دلار چه قیمتی 1,500,000؟ الان با دلار مثلا بالای 45,000 تومان روی 1,500,000. بعدن اگر مثلا تو سال حالا 99 هم هیچ، در سال 1400 هم ما به 1,500,000 رسیدیم دیگه، ببینید برج 6 1400 1,500,000 بودیم. دلار چقدر بوده اون موقع؟ دلار 26 تومن بوده قیمتش. ما با دلار مثلا 26 تومانی روی 1,500,000 بودیم، الان با دلار 46 تومانی روی 1,500,000. خب خیلی فرقشه. یعنی الان 1,500,000 که ما هستیم در واقع اصلاحیه که باید از 2,000,000 انجام گرفته باشه تا اینجا رسیده باشه، اگه می‌خواست با قیمت دلار با هم می‌رفت بالا. حالا قیمت دلار چرا داریم میگیم؟ شاید یه نفر بگه آقا بورس ما به دلار چه ربط داره؟ ببینید دلار ملاک نقدینگی ما در کشوره. یعنی میشه گفتش که از شهریور 1400 تا الان که یه چیز حدود مثلا 2 سال خورده داره میگذره ازش، نقدینگی ما هم تقریبا 2 برابر شد. حالا که نقدینگی ما 2 برابر شده، اگر اون موقع روی این عدد بوده الان نباید روی این عدد باشه، الان باید 2 برابر این عدد نشون بده. یعنی الان این چیزی که داره نشون میده یعنی یه اصلاحی در خفا انجام داده. بورس باید مثلا طبق روال عادی اگه می‌خواست با دلار و نقدینگی حرکت کنه مثلا تا 2,500,000 می‌رفت، حالا مثلا از 2,500,000 که اصلاح کرده و می‌رسه به 1,500,000 می‌تونستیم بگیم یک اصلاح خفن انجام داده. حالا از اینجا بگیم مثلا می‌خواد بیادش کجا، بیاد مثلا بیاد اینجا، بیاد مثلا برسه به 1,200,000، خب 1,200,000 قبلا هم بهش رسیده، ولی دوره قیمت دلار نقدینگی در نظر بگیرید، در شرایطی که تو همین سال 1401 هم ما رسیدیم به 1,200,000. یعنی نمیتونیم بگیم که قطعا نمیرسه، هیچ وقت نمیرسه، ولی خب احتمال اینکه تا اینجا بیاد نسبت به اینکه احتمال صعود داشته باشه خیلی کمتره دیگه. و خب حالا احتمالات به ما میگه مثلا احتمال اینکه تا 1,500,000 بیاد فرضاً 40%، احتمال اینکه تا 1,400,000 بیاد مثلا 25%، احتمال اینکه مثلا تا 1,300,000 بیاد میشه 15%، احتمال اینکه مثلا بیاد تا 1,200,000 میشه 10%، احتمال اینکه پایین تر از اون بیاد مثلا میشه 5%، احتمال اینکه بیاد بره مثلا تا 1,800,000 مثلا بیشتر. این جوری باید در نظر بگیرید، یعنی نمیتونیم مطلق صحبت بکنیم. صحبت که مثلا شما میگید آقا مطلقاً این شاخص در موج فلان قراره برسه تا 1,200,000 مثلا، یا یه عددی به من بگید مطلقی، من اینو قبول ندارم. به خاطر این مسائل خدمت شما عرض کردم ما فعلا چیز غیر عادی نمی‌بینیم، انتظار این قضیه رو داشتیم. حتی یادتون باشه برنامه ما رو ببینید دیگه، برنامه هست از اول برج 11 که اصلاح شروع شد، من خدمت شما عزیزان گفتم، یعنی اول اومد یادتون باشه تا 1,600,000 اینا اومد پایین، تا اینجا اومد و پایین، من گفتم انتظار داریم خیلی بیشتر بیاد پایین، بیاد تا 1,500,000 خورده‌ای، تا 1,550,000 که اومد گفتم حالا احتمال داره تا 1,500,000 هم بیایم ما، و هنوزم داریم حرفا میزنیم، یعنی تا 1,500,000 بیایم انتظار ما هنوز برآورده نشده. بعد تایم هم دارم میدم، یعنی میگم ما احتمالاً تا 15 اسفند روندمون سعودی نیستا، یعنی زمانش هم داریم میگیم، حالا احتمال داره تا 15 اسفند ما یه مقدار اینجا نوسان داشته باشیم، بعد حرکت دیگه کم کم سعودی بشه اگر بخواد طبق سالهای پیش بره. ببینید اینم هست، حالا همیشه هم قرار نیست که مثل سال قبل پیش بره که، ولی الان چند سالی این اتفاق افتاده، در سال 1401 دقیقا این اتفاق افتاده، همجور که مشاهده میکنید از تقریبا 11-12 یعنی از 11-12-1400 ما این روند صعودی داشتیم. میایم برمیگردیم به سال قبلش، یعنی سال 99 مشاهده میکنید، سال 99 از 13-12 ما یه حرکت صعودی داشتیم، در حال ببینید اونجا درسته حالا حرکت صعودیمون خیلی دووم نیورده و فقط برج اسفند رو شامل شده، یعنی به برج 1 نکشیده، البته اومد پایین دوباره از برج 3 رفت بالا، این قسمتی که اینجا صعود میبینید باید چسبیده بشه به اینجا، ولی یه اصلاح داشت دوباره رفت بالا، ولی در حال تا بعد عید، یعنی بخوایم تا نیمه اول سال بعدش رو در نظر بگیریم، از 15-12 یه حرکت خوبی تا نیمه اول سال بعدش داشت. دوباره میایم
برای سال 99 در نظر میگیریم. سال 99 هم ببینید، حالا در حال از 26/12 این اتفاق خیلی خوب افتاده. البته خب 99 میشه گفتش در سال 98 در حال حرکت بورس کلن از اول سال یه جورایی سعودی بود، حالا چند تا اصلاح داشت ولی خب در حال این قسمتی که من دارم میگم اتفاق افتاده. دوباره در سال 97 رو بیایم در نظر بگیریم، همین قضیه رو داریم دیگه. ببینید از 15/12 اون حرکت سعودی انجام شد که یه جورایی باید بگیم از 15/12/97 حرکت سعودی بود تا سال 99. سالهای قبلش هم باز بریم همینه، یعنی معمولا اتفاق که میفته برج اسفند 15 اسفند ما یه تلنگری به بورس میبینیم که حالا احتمال داره تا نیمه اول سال بعدش این حرکت سعودی ادامه دار باشه. به خاطر همین ما هنوز نمیتونیم مطلقا بگیم که میاد پایین. 15 اسفند اون فاصله 15 تا 29 اسفند رو ما باید درک کنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. یه وقتی زیاد شدن، فعلا اتفاقی که داره میفته اینه که ما الگو ساعتیمون خیلی نیست، امروز هم حتی بهتر از دیروزه، اینم خدمتتون بگم. ببینید دیروز ما یه دونه الگو ساعتی اینجا داشتیم، امروز ببینید بالاخره 7-8 هستن، حالا شاید یکی دو تاشون هم تو صف خرید باشن که باید از جدا بشه. باز اگه دیروز یادتون باشه اینجا این الان امروز یه صفحه پر شده توی اون فیلتر قدرت خریدار حقیقی 6 برابر فروشنده حقیقی، دیروز از یک صفحه هم یه مقداری کمتر بود. از اون نمادهای قبلی بالاخره 3-4 امروز با حجم خوب هم مواجه شدن که خب دیروز این هم نداشتیم. الان امروز این فیلترمون رو هست سهام سعودی بعد از اصلاح داریم که ددام یه دونه نماد هستش، خب دیروزی رو نشیم اصلاحش انجام داده، فعلا سعودی شده که بس نگاه بکنید. جمع شدن صفحه فروش و گارد برای سعودمون امروز نسبت به دیروز باز افزایش داشته. البته این چیزی نیست که ما انتظار داشته باشیم، یعنی چیزی نیست که بتونه بورس رو به حرکت در بیاره، اینکه حالا مثلا 5-6 نماد صفحه فروششون جمع شده چیز به قول معروف مهمی نیستش که بتونیم بگیم قطعا فردا مثلا بازار خیلی خوبی داریم. الان هیچ کدوم این فیلترها بازار خیلی خوبی را برای فردا نشون نمیدند، ولی نسبت به دیروز یه ذره میشه گفت یه اپسیلون بهتر شدن. باز پیشبینی نمادهای فردا رو ببینید که خب نسبت به دیروز بکنم چند نمادی بیشتر هستن دیگه، من اسما رو نمیخونم، خودتون بایستی در بیارید اسمشون رو ببینید از روی تصویر. باز نمادهای زیادی که مشاهده میشن اینا در روزهای زیادی توی منفی بودن و آماده برای صعود هستن. حالا آمادگی صعود کی صعود بکنندش فرق بکنه، شاید یه هفته دیگه بالاخره اینا باز تو منفی بمونند و بعدن حرکت شروع شد. ولی ببینید نمادها هنوز خیلی زیادن، نمادهای زیادی انتفاق برشون افتاده که خب در گروه های مختلف. باز نمادهایی که آرس های بالای 80 دارن الان تقریبا میشه گفتش که 1.5 هستن آرس های بالای 80، اینا احتمال داره که اصلاحشون ادامه دار باشه. نمادهایی که آرس های زیر 20 دارن تقریبا با بالای 80 الان یکسانن، اینا هم مقدارن. خب اینا از تعدادشون بیشتر بشه به نظر من تا ما واقعا یک کف خوب رو درک بکنیم، یعنی هنوز بورس ما اون اصلاح عمیق رو انجام نده، یه اصلاحی که کف قشنگی رو بزنه. اینجا باید مثلا آرسای زیر 20 ما 4 بشه 5 بشه تا بعدن اون موقع بگیم حالا برای صعود تقریبا آماده هستیم. البته خب هیچ چیزی نمیتونیم بگیم 100% و مطلق هستش، باز احتمال داره اصلا این فردا هم این حرکت شروع بشه، ولی انتظار ما این هستش که بالاخره این اصلاح کماکان یا به صورت قیمتی یا حداقل به صورت زمانی ادامه دار باشه تا مثلا 1-2 دیگه و این نشانه ها رو ببینیم. هنوز میگم این نشانه ها دیده نمیشه. امروز دوباره خودروی ها منفی بودن، علارغم اینکه امروز ما 2-3 خبر باز داشتیم. خبرها این بود که یه جدولی گذاشته شد و طبق این جدول ایران خودرو گفته تا آخر سال این خودروها رو میخواد در بورس کالا بفروشه که توش پژو 207 دیده میشه، حالا نوع تیپ 5ش رو چون منم اکسل اتوماتیک و دنا دیده میشه، اون دستیش و توربو و هایما دیده میشه که خب تعدادش هم زیاده نسبت به این هفته که فقط 2000 تارا دادن. امروز تارا دادن توی بازار
میبینید که هفته های دیگه 7500، 6000، 8000، 6000 و تا آخر اسفند 29500 تا خودرو قراره در بورس کار توسط ایران خودرو فروش بره. ولی این خبر نتونست امروز خیلی خودرویی ها رو تکون بده. شاید بتونیم بگیم که اون خبر در حال اینکه قرار سود اینا تو جای دیگه خرج بشه و گیر سهامدار و کارخونه نیاد فعلا قوی تره. البته باز اینو هم در نظر بگید، هنوز اون خبر کمیسیون تلفیق مصوب نشده و حالا حداقل سود این خودروهایی که قرار فروش بره این بلا سرش بیاد و میرسه به اصطلاح کارخونه و سهامدارا. ولی در حال امروز خودرویها روز خوبی نداشتن. پتروشیمی ها که این هفته را اصلا خوب نگذروندن با اون خبر تحریم ها. امروز فلزات اساسی هم که روزهای گذشته یه تکونی خورده بودن و یه ذره بهتر به اوضاعشون، اوضاع خوبی آخر کار نداشتن. جالب اینجاست که خب سیمانی ها هم امروز روز خوبی نداشتن، حتی اردستان ارز اولیه رو اینجا میبینیم دارویه ها روز خوبی نداشتن. امروز جورایی میشه گفتش که گروهی نداشتیم که بتونیم بگیم عملکرد خوبی داشته. حتی مثلا توی انبوه سازا به غیر از مثلا یکی دو تا نماد بقیه‌اشو منفی، تو فرآوردهای پالایشی می‌بینیم که منفی، بانکی‌ها منفی و باز هم جای شکرش باقیه که 7% منفی خوردیم. یعنی به این نقشه هر کس نگاه بکنه فکر می‌کنه که دیگه 1.7% 2% رو بس منفی خورده باشه، به خاطر اینکه تعداد نماد سبزمون درست در گروه ها موجوده ولی در مقایسه با نمادهای قرمز و نمادهای قرمزی که در گروه های شاخصساز هستن، یعنی پتروشیمی ها، فلزات اساسی، خودرویی ها، بالاخره نفتی ها، اینا گروه هایی هستن که وقتی به منفی بخورن کل بورس رو میکشن پایین. باز هم جای شکرش باقی، 7% منفی رو امروز تجربه کردیم. شاخص هموزن میبینیم که به همون روال داره پیش میره. اما کسایی که امروز خودروی تارا خرید کردن، قیمت تارایی که قیمت پایش 256,500,000 اعلام شده بود و این خودرو با قیمت 460,500,000 به نوعی به فروش رفت، یعنی یه چیزی بوده 200,000,000 تومان بالاتر از قیمت پایه، 200,000,000 تومان گیر خودروساز و سهامدار خودرویی اومد امروز. و اون طرفش هم جالبه، این خودرو در بازار آزاد 638,000,000 تومانه که خب اینجا هم در نظر بگیریم حالا 460 تا 638 یه چیز بوده 180,000,000، 180,000,000 تومان هم گیر مصرف کننده اومد. یعنی در واقع 380,000,000 که باید تو جیب رانت میرفت نرفت و یه جورایی میشه گفتش که فقط سر رانت فعلا بیکلا موند و خیلی عصبانی از این قضیه رانت. میبینید که به روش‌های مختلف میخواد مجدد این سود رو از چنگ سهامدار و مصرف کننده در بیاره، حالا به راهکارهای قانونی، نمیدونم کمیسیون تلفیق، چه میدونم شورای رانت و این صحبت‌ها متوسل میشه تا بتونه این سود رو از چنگ این افراد در بیاره. متاسفانه در کشور ما که خب با هیچ جای دنیا همچین چیزی همخونی نداره، یعنی جای دنیا برای به قول معروف سود یه شرکت یا کارخونه یه عده‌ای که هیچ کارن تو این قضیه کیسه ندوختن، اینجا اینجوریه متاسفانه. یعنی یه کارخونه داره کار میکنه، یه عده اونجا بیکار نشستن، فقط به عنوان رانت دارن از سود اون استفاده میکنن و فعلا تو این چند ماه خب بالاخره میبینید عصبانیت هم داره. یعنی خداییش اگه که شما خودتون میزونید جای رانت چسی هیچ کاری انجام نمیدید چندین ساله، یعنی یه سال دو سال ها مثلا 30-40 ساله اینجوری داری پول در میاری بدون اینکه کار انجام بدی، بدون اینکه سرمایه گذاشته باشی، بدون اینکه دغدغه‌ای داشته باشی، یه پول بزرگ، یعنی پولی هم که به دست میاد لامصب از قیمت خود پایه خودرو بیشتره، یعنی 250,000,000 تومان قیمت پایه این خودرو مصوب شده، بعدن سودی که اون رانته به دست میاره تو بازار آزاد 380,000,000. یعنی حالا بگی 10%، 20%، اینجا از 100% هم بیشتر داشتن سود میگرفتن تو این سالها. خب باید عصبانی باشن از این قضیه. امیدواریم در حال این قضیه پایان پیدا بکنه و سودها واقعا به کسایی که مستحقش هستن برسه، یعنی کارخونه و سهامدار و حتی مصرف کننده. در حال امروز پولی که خارج شد ادامه داشت از بورس و متاسفانه
این روند هنوز ادامه داره. 480 میلیارد تومان حقیقی ها از بازار خارج کردن. سرانه فروششون نسبت به سرانه خرید امروز بیشتر بود. 21 میلیون 700 میفروختن و 19 میلیون 800 هم سرانه خریدی بود که برای کسایی که میخریدن، که خب این نشون دهنده اینه که هنوز اتفاق خوبی رو مشاهده نمی کنیم که بتونیم بگیم روند صعودی شده یا خواهد شد روزهای آینده. ارزش معاملات خرد باز هم کاهش پیدا کرد نسبت به دیروز که 4000 بود، امروز 3800 میلیارد تومان شد، که خب بازم این قضیه هم با جالب نیست برای بورس و روند اصلاحی و ادامه دار بودنش رو فعلا داره تایید میکنه. خب دوستان، دلار جهانی دیروز یک کندل قرمز رو در بازار آمریکا به جای گذاشت، در حالی که در بازار آسیا و اروپا در حال بالا هم رفته بود، یک باره در بازار آمریکا خیلی پایین اومد. امروز صبح هم در بازار آسیا و اروپا فعلا کندل قرمز بوده، توی نیم ساعته یه ذره برگشت بالا و خب منتظر بازار آمریکا بایست باشیم. احتمال داره که در بازار آمریکا به خاطر اینکه دیروز افت خیلی زیادی داشت، امروز این مقدار برگرد بالا، به خاطر اینکه خیلی خبر چندانی نداشتیم که اینقدر بخواد افت بکنه، خبر مؤثری وجود نداشت و خب به دنبال اون امروز کندل بیت کوین فعلا سبز هستش و احتمال داره که حالا هنگام قیمت دلار در بازار آمریکا تغییراتی رو در قیمت بیت کوین داشته باشیم. فعلا روی 21800 دلار قیمت بیت کوین رو داریم میبینیم، تقریبا بین 21600 تا 22 چند روزی هستش که داره بالا پایین میره. البته قیمت ریالیش فعلا فرقی نکرده، کماکان بالای 1 میلیارد تومانه، 1 میلیارد و 16 میلیون تومانه فعلا، با تتری که در سایت رمزی نکس با قیمت 46915 تومان فعلا داره معامله میشه و خب در هر حال شاید نسبت به دیروز یک مقداری عقب نشینی را در قیمت تتر هم داریم مشاهده میکنیم. دیروز خیلی با 47 خورده ای هم رفت. حالا امیدوارم که در هر حال بورس هم نسبت به قیمت دلار بتونه اون حرکتی که واقعا باید انجام بده را انجام بده، چون تو این چند روز دلار خوب بالا اومد ولی بورس ازش جا مونده، احتمال داره که کم کم این قضیه رو جبران بکنه. سکه هم کماکان بالای 25 میلیونه، 25 و 200، الان اون سایت باز نشد که ببینم روی سایتشون اصلا فرمتش به هم ریخته، یعنی باز میشه اما اینجوری و یه مقداری قاطی پاتی هستش، به خاطر همین فعلا از روی رمز نکس دیدیم. حتی اینجا قیمت تتر را یه مقدار بالاتر زده بود، یعنی توی این سایت همون 47000 زده بود و قیمتی که توی رمز نکس داره معامله میشه حالا نمیتونه مبدا باشه، بخاطر اینکه بقیه سایت ها شاید مثلا قیمتی بالاتر از این قضیه را دنبال بکنم. ببینیم 25 و 300 در حال حاضر سکه را زده و تتر را اینجا 47 زده، چون که حالا شاید مثلا تو نوبیتکس مثلا بالاتر از رمز نکس داره معامله میشه، بخاطر همین ما این را شاید ملاک بگیریم درست تر باشه. خب تشکر میکنم از دوستانی که برامون کامنت گذاشتن. آیدی کافه خودرو موتور رشد دو ماه اخیر بورس را خودرویی ها میدونن، که اونم با نامه شورای رقابت و قیمت گذاریشون میگن خاموش شده. الان هم که بورس بدون موتور محرک شده و در جا میزنه و ایشون اعتقاد دارن به خاطر شب عید پول بیشتری هم احتمال داره از بازار خارج بشه، که خب حالا در حال منم نظر خودم ابتدای برنامه اعلام کردم. در حال ببینید نظرات مختلف و متفاوت هست. به نظر من مثلا خودرویی ها تأثیر خوبی روی بورس گذاشتند توی این چند ماه اخیر، در حال مؤثر بودن، ولی نمیشه گفتش که حالا مثلا همه رشد بورس در گروه این بودش که خودرویی ها حرکت کردن و حالا چون خودرویی ها حرکت میکنن دیگه بورس متوقف میشه. در حال مسائل مختلفی در گروه های مختلف وجود داره و خودرویی ها مؤثر بودن ولی همه موتور به عقیده من نبودن. تشکر از آقای اکبر، آقای حسین، آقای فرهاد که برای ما کامنت میگذارن و آقای علی چی شد یا پرید آن
تشکر که از آقای علی آیدی انفلاح، آقای سجاد، آقای حمید رضا، آیدی نزی میگن که بورس مثل مرغی که در عزا عروسی سرش رو میبرن. تشکر از آقای سیف الله، همچنین آیدی ای ام که میگن خودرویی نخریم، پتروشیمی نخریم، سهامی که به گاز متکی نخریم، شرکت های ساخت و ساز رو هم نخریم چون معلوم نیست فردا چی بشه. چیمون مهندس؟ حتی خب من نگفتم اینا رو نخرید آیدی ای ام عزیز. ببینید خودرویی رو ما گفتیم به خاطر اینکه اینها صورت حسابشون منفیه، یعنی بیلان منفی دارن میگذارن، اونم نه همه خودرویی ها، خودرویی های بزرگ مثل مثلا ایران خودرو سایپا، تا تعیین تکلیف نشه این به صلاح مثبت شدن کارشون، برای بلند مدت نگه داشتن مناسب نیستن. بعضی از اوقات اینا کوتاه مدت هم خوب سود میدن، ولی اینکه شما یه نمادی رو میخری به امید اینکه حالا اگه مثلا کوتاه مدت ازش سود نگرفتم برم تا 2 سال 3 سال نگه میدارم قطعا سود میگیرم، خود رویا شاید اینجوری نباشن، به خاطر اینکه وضعیت سوددهی خود کارخونه هنوز مشخص و شفاف نیست. اگه بیفته تو بورس کالا سود بهشون برسه، نه این قضیه منتفیه، ولی این چیزی که بیان بگن آقا اینا هر سال زیان انباشته دارن، خب این چیز جالبی نیست. نه تنها در مورد خودرویی، در مورد هر نمادی که این اتفاق براش بیفته من این صحبت رو خواهم داشت. ببینید امروز دقیقا یه خبری اومد، یه نماد دیگه، نماد مرغام الان از بورس اخراج شد به خاطر اینکه خب مشمول ماده 140 که قانون تجارت شد، صورت‌های مالیش مشکل داره، لغو پذیرش شد و از بازار بورس اومد به بازار پایه فرابورس. خب این خبر خوبی نیست برای سهامداران این نماد، و خب قطعا در حساب کتاب های مالیش مشکلاتی وجود داشته دیگه که این اتفاق براش افتاده. حالا یه نمادهایی مانند خودرویی هایی که الان حساب کتاب هاشون با این مشکلات مواجه هست، من گفتم خیلی عقلانی نیستش که شما بخواید برای بلند مدت وارد این نمادها بشید. حالا پتروشیمی ها را کسی نگفته نخرید، اتفاقا ما میگیم پتروشیمی ها فعلا حالا روز شاید به خاطر یه دونه تحریم شوکی بهشون وارد شده باشه، ولی همین شوکه میتونه قیمتا رو بیاره پایین و مناسب بکنه برای خرید، به خاطر اینکه قبلا ما تحریم داشتیم، قبلا مشکلاتی که شما میگید مشکل گاز و چه میدونم همه این چیزا وجود داشته، ولی در حال اینها سوداور هستن، سود میدن و بالاخره یه روزنه پیدا میکنن و فروششون رو انجام میدن. نهایتا برای بلند مدت مشکلی وجود نداره در خرید اینها. و عرض کنم خدمتتون، باز تشکر میکنیم از آیدی مجید غلامی که برای ما کامنت گذاشتن، و عرض کنم آقای رضا سامعی، آقای مهدی که میگن سایت هایی که توضیحات شرح میدید بگید، که خب ببینیم ما چندی سایت مختلفه، یه سایت نیست که من همینجور از توی این سایت میپرم توی اون سایت، و 4-5 تا سایت رو عرض کنم خدمتون براتون میگم دیگه. تشکر از آقای علی طاهری، آیدی ساجو جعفری، آیدی ای انگوری که عقیده دارن از تیر 99 که دعوای علکه دو وزیر برای اون صندوق ها شروع شد و نذاشتن بورس رشدی بکنه، و هر سری هم با یه بهونه با پتک میزنن توی سرش که الانه این مصوبه کمیسیون تلفیق رو میگن، که البته خب هنوز تایید رسمی هم نشده، امیدواریم تایید رسمی هم نشه. متاسفانه بالاخره این گروه های رانت همه جا وجود دارن دیگه، و بورس هم یک، ببینید دولت به بورس به عنوان یک منبع مالی نگاه میکنه، متاسفانه به بورس به عنوان یک جایی که میتونه مولد باشه و برای رشد اقتصادی کشور مفید و مؤثر باشه نگاه نمیکنه، میگه خب یه بورسی هست ببینیم ما چی میتونیم ازش گیرمون بیاد. این دیدگاه خیلی دیدگاه خطرناکه که تو همه جا وجود داره. ببینید الان تو آموزش پرورش ما، تو آموزش عالی ما، چون من جنبه‌های آموزشی کار کردم دیگه، میدونم دقیقاً تو آموزش پرورش همش دنبال این قضیه هستن. الان شما ببینید تعداد مدارسی که اومد، مدارس دولتی که روز به روز داره کمتر میشه، حتی مطمئن باشید توی این خرید و فروشی که میخوان انجام بدن برای طرح مولدسازی، بهتون قول میدم بیشترین چیزی که فروش میره از آموزش پرورش مدارس، زمینهای مدارس دولتی، یعنی اینها میخوان مدارس دولتی را بفروشن تمامشا و بگن مردم بیا خرجشو بدن دیگه، برن تو مدارس غیر انتفاعی، برن تو مدارس غیر دولتی،
مدارسی که شهریه میگیرن اونجا پول بدن و همین که یه پول اینجا گیر ما میاد، همین که دیگه خودشون پول میدن هزینه تحصیل بچه هاشون رو بدن بره. و دقیقا این نگاه ها دارن. یعنی شما تو تمام این ارگان ها که برید، یه نفر که میخواد یه کاری امیره انجام بده، نگاه میکنن ببینن چه سودی برای خودشون داره. یعنی نگاه نمیکنن ببینن این کاری که این آدم میخواد انجام بده آیا برای مثلا آموزش کشور، برای آینده کشور سودی داره یا نداره. میگن آقا برای وزارت خونه ما، برای ارگان ما، برای مسئول ما، برای ما چه سودی داره این قضیه؟ این حرکتی شما میخوای انجام بدی، اول سود شما بگو، سود مالی، انتفاع مالی شما رو بگو، تا بعد مثلا موافقت کنیم شما این کارو بکنی یا نکنی. تا وقتی این دیدگاه ها، این نگاه باشه، بورس که هیچی، روزی که دقیقاً به عنوان یک چیز مالی بهش نگاه میکنه. بقیه جاها هم متاسفانه با این مشکلات مواجه خواهند بود. من تشکر میکنم از همه دوستانی که برای ما کامنت میگذارند و منتظر نظرات شما در ارتباط با این ویدیو هم هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.